مخلوقات خدا خانواده خدا پیش ما حرمت دارن، ما عاشقشونیم. ادا در آوردنی هم نیست، باید تو وجود آدم باشه. با خودمون تعارف نکنیم. امیرالمومنین میگه آقا حکومت هفت اقلیم جهانو به من بدید، بخواید من پای ملخی از دهن مور بگیرم نمیگیرم. آقا مورچه پیش ما اینقدر عظمت داره، فروشی نیست، بی قیمته. پیش ما اینقدر عظمت داره، به هیچ قیمتی حاضر نیستیم منافع مشروع مورچه رو بفروشیم. حتی نشونه ایمان، عاشق خدا میشی، عاشق مخلوقات خدا میشی، این نشونه ایمان، کاریش نمیشه کرد. مخلوقات خدا خانواده خدا. ما نمیتونیم محب علی ابن ابی طالب باشیم عاشق مخلوقات خدا نباشیم. نمیشه محب اهل بیت باشیم آزار داشته باشیم برای دیگران. میگه وای به حال کسی که مردم از زبانش بترسن. میگه ببین حریف فاجعه نمیشی، یا هر چی بگی جوابتو میده، دهن به دهن نذار، یه چیزی میگه تا پشت گوشات سرخ میشه. خب میدونم این یعنی من به اهل بیت نزدیکم، این لباس که تن من لباس پیغمبره. پیغمبر بر کسی آزار داشت؟ زبانش، آرزوهاش، دعاهاش، رفت آمدش، اصلا پیغمبر مزاحم کسی بود؟ یه جایی بودم بند خدا سه تا دختر داشت شوهر نداده بود، به من گفتن آجینم چرا دختراش موندن اینا. بهش گفتم چرا دختر شوهر نمیدی؟ گفت آجا خان خواستگار دارن، پول ندارم جهازیه بدم، جهازیه کم بدم میرن زخم زبون میزنن به بچه هم، بشینن خونه خودم زخم زبون نخورم بهتره. زخم زبون میزنیم که تو عمق وجودشون رو میسوزونیم. آقا بیا دست برداریم، نمیشه، تعارف بردار نیست. هی ما میگیم ما پیرو اهل بیتیم، هیچیمون شبیه اهل بیت نیست. اهل بیت بر کی آزار داشتن؟ آقایون اون فکری که دنیا رو نجات میده فکر ابا عبدالله. ابا عبدالله عاشق مخلوقات خدا بود، برای اونایی که بهش بدی کردن خیر میخواد از خدا. ابا عبدالله این مدلیه، برای دشمناش هم خیر میخواد از خدا. میگه دیدیم آب نمیخوره، داره اسبشو آب میده، داره اسبشو آب میده. حسین بچه های خودش تشنن، فکر تشنگی این اسبی که روش نشسته است. میگه این تشنشه، این وسط میدون جنگ، اینو که میتونم سیراب کنم. اگه یه قطره آب برای بچه هم نمیشه ببرم، این که میتونه سیراب بشه، بذار سیراب بشه. این تفکر دنیا رو نجات میده. آقایون امام زمان با این تفکر میاد، ببینیم چقدر به این فکر نزدیکیم. از زندگی هامون معلومه برای دشمناش هم خیر میخواد از خدا. ضربه زد به ابا عبدالله، فرار کرد. آقا تعقیبش کردین، ترسید، فکر کرد آقا میخواد بکشنش، از ترس خورد زمین. آبش فهمید نترس. از خونه میومدی دخترت گفت سوغاتی یادت نره، نگفته بود میره به قتل حسین، که گفته دارم میرم مسافرت. آقا دست که جیبش نم یه انگشتر بود یا یه گوشواره دخترونه انداخت جلوش، فرمود ببر شرمنده دخترت نشی. آقا شرمنده دختراشون نمیشن، آقا عصر عاشورا اگوشا رقیه سوال کن بهت جواب میده، خیالت راحت باشه. خیاره ده اینا مسلمان های عجیب غریبی هن. داشت خلخال پای خانم سکینه رو باز میکرد گریه میکرد. بی بی بهش گفت چرا گریه میکنی؟ گفت خب تو دختر رسول اللهی. گفت اگه دختر رسول الله هم چرا خلخالم رو داری باز میکنی؟ گفت من باز نکنم یکی دیگه میبره. این منطق مسلمان کوفه است. مسلمون ها این کارا رو کردن. مسلمون یا ایها الذین آمنو آمنو، مسلمون ها این کارا رو کردن. این منطقه مسلمون. اونایی که نماز خوندن جماعت زور، تو تشهد شهادت دادن به نبوت رسول الله، دخترها رسول الله آتیش زدن برای دنیا. این منطقه مسلمون کوفه است.
مسلمونی به زبون نیست که، به حال خوبه. جانم به حبیب ابن مظاهر. میدونستید صبح عاشورا حبیب لبخند آورد رو لبای ابا عبدالله؟ آخه شب نشست فکر کرد، گفت من پیرمرد قد خمیده سرلشکر حسین زشته برا حسین. بلند شد گفت ریشامو رنگ کنم، نگن یه وقت حسین طرفدار نداره، یه مش پیرمرد طرفدارش، ریشامو رنگ میکنم این جوونیام میشه، نگن پسر فاطمه تناس پیرمرد دوره شد، این جوونیام شدم حسین. اگر بی کس و کاری حسین، اگر بی کس و کاری حسین، این جوانی هم شدم حسین. مسلم ابن اوسج وقتی افتاد زمین، حبیب اومد بالا سرش گفت مسلم داداش، منم به زودی به تو میپیوندم، ولی وصیتی داری بگو. رسم وصیت، اشاره کرد به ابا عبدالله، گفت حبیب تنها نمونه حسین. دنیا طلب آقاتون رو کشتند، اونایی که زبونشون آزار داد زخم زبونش زدن. اومد روبرو خیمه ابا عبدالله وایساد، ظهر گرما بچه ها تشنه، گفت حسین این فراته، حیوانای صحرا ازش میخورن، سگا و خوکا ازش میخورن، اما به تو بچه ها آب نمیدیم. دنیا طلبی آدمو کور میکنه، روز روشن و شب میبینه، شب تاریک و روز میبینه.